دیلگر صحبتی نیکان نخواهد نخواستی آمدی و بسیار بطاقت شدی بسیار خواهی شد نشد و گویم همین تک به دیل گفته ایستاده ای ای کاش که تیستر خاموش شود ای کاش که تیستر بس کنم ای کاش که تیستر ما از همینجا خلاص شویم خب نمیخواهد دیلت دیلت جوشیش نیست راحتش نیست محبت نیست حضرت بودن دیلت گر صحبت نیکان نخواهد بدان که دوزخی سوزان بخواهد نخواستی راضی نشدی محبت نکردی پس گفت یقین دام بچم تو با سعادت نیستی تو از اهل بهشتم نیستی برادر عزیز و گرامی ابو هریره 5374 حدیث در جمع کتابهایی که چه از صحیح بخاری و صحیح مسلم و نسائی و داوود و ترمذی و ابن ماجه و بیهقی و طبرانی و بزار و دیگر کتابهای حدیثی که هست جمع 5374 حدیث حضرت از نام ابو هریره روایت می شود باری آمدن بازار گفتن ای مردم بازار در مسجد پیغمبر میراث پیغمبر را تقسیم دارن روین از میراث گیرین میراث هم میدانی نه چیزی که مال باقی میمونن سوداگر مردم که اکثرش بسیار مال را دوست میداره جمع آوری را دوست میداره برای چهار تنگه شیده بعضش آنقدر به انصافه نمازش نمیخوانه برای 50 سامان یا 40 سامان پروای جمعه نداره جمعه بیشه و جمعه سودا خوب باشه چهار تنگه شوه مقاله مردم دیگ جوشد و گرسوزد مایلش دیگ جوشد حضرت جلال الدین رومی چی میگفت؟ هر کی آخر بین بود او مؤمن است کسی آخی را میبینه کسی اندیشه قبر قیامت چه دارد او مؤمن است هر کی آخر بین بود او مؤمن است هر کی آخر بین بود او بیدین است کسی آخرجه را میبینه آخرجه را شکم کسی فقط در فکر شکم های فقط در فکر مال های پروای عبادت ندارد گفت هر کی آخر بین بود کسی فکر آخرجه دار او بیدین ای گفت برادر عزیز و گرامی پروا ندارد نماز جماعت ترک می شود پروا ندارد نماز جمعه ترک می شود پروا ندارد هست کنم تا سوداگرا داره زیاد داره برادر عزیز سوداگری کسب پیغمبر است سوداگری کسب مذهب ما ابو حنیفه رحمت الله علیه است لیکن با وقتش عبادت کاری آخرت از کار دنیا باید مقدم باشد آمد ساعتش 5 منوت است ای انسان 5 منوت نماز تا خواهم بارا و دکان تا کشاده سودا تا کردم بیر ابو هریره گفت ای مردمی سوداگر روین گفت آخی در مسجد میراث تقسیم است اگر میگفت که روین در مسجد پند و نصیحت است شاید که اونا قبول نمیکردن شاید لیکن گفت میراث تقسیم است میگه دیدیم که درها پوشیده شدن و همه دوام به سوی مسجد پیغمبر که پیغمبر است خیلی البته مال و اسباب انجام زیاد از پیغمبر مانده است رفته به همه مان میرسد میآیند دروازه مسجد را میکشایند خیلی مسجد یک حلقه نشستگی قرآن خانی دارد یک حلقه دیگرش پند و نصیحت دارد یک حلقه دیگرش درسای فقهی هست یک حلقه دیگه در حلال و حرام حل شده ایستاده است هم تر نظر میکنن چیزی نیست میگردن و با جای سودا میروند حضرت ابو هریره از بازار جاش تغییر نمیدین ایستاده است میدانست که اینا بعد بر میگردن و از من میپرسن کجاست میراث پیغمبر آمدن همش ابو هریره این اصلا نام ایشان این کنیتش بود اصلی نام ایشان عبدالرحمن ابن سخر بود
آقای ابو هریره، آقای در مسجد پیغمبر چیزی نیست که چه چیزی نیست؟ وقتی سرتون را پیش کردین چی دیدین؟ گفتن نگاه کردیم در مسجد امر معروف و نهی منکر رفته است. ای بفهم ها، ای بی خبر ها، همون است میراث پیغمبر، همون میراث از پیغمبر، همون میراث بود. 23 سال دعوتش فقط حلقه داشت، فقط نصیحت داشت، فقط خدا ترسی میگفت. همون است میراث پیغمبر. دنبال میراث پیغمبر باشیم. پس این مجلس ما میراث پیغمبر است. میراث ای چگونه ما را دوست نداریم دادر عزیز؟ چگونه پشتیبانی این میراث پیغمبر نباشیم؟ خدا در قرآن سوره طه در همین تحلیل میکنم انشاءالله به همین کفایت میکنم، به خاطر که راستی بار اگر شما چه خیلی فهمید نفهمید، سخنرانی هم کمی خسته میکنه آدم، مانده میکنه. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشة زنکا و نحشره یوم القیامة اعمى قال ربی لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. آیت هم تا هست؟ خوری نیم جون. خب خدا چی گفت برادر عزیز؟ معنای آیت ها اینجا انشاءالله دانشمندان هم هستم. من معنای این آیت ها با ایجادیات مولوی جنونی تحلیل میکنم. عیناً در زیر این آیت ایجادیات دارد، همون قطعی تحلیل میکنم و خدا خواهد فکر میکنم. گفتی همون محمد صاحب ایرانی که یک نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیشی کور است. برای آدمی بافهم خدا خواهد یک نکته شم بس است. و ایلا اگر من حاضر تا شب تا سحر در حلقه شما شینم و شما را همه تا در نظر ندارم، اگر گویم و گویم و در دل یکی از شما سیاهی و نافارمی و ناخوبی ها باشد، من تو را اصلاح کردن میتونم. زی ذکرم آن که رو تابت به دنیا و قسم به بزرگیش، آن چی در همه مصر آمده است همش معنای آیت هم. زی ذکرم آن که رو تابت به دنیا و فردا حشر سازم زیشت و اعما. کسی در دنیا از همین خیل حلقه بیزار است، از همین خیل حلقه پشتیبانی نمی کنه، دوستار نیست. مثلا بعضی ها ممکن گویم که ای من در عمرم یک توی دارم، با همه را با همتری همه امر معروف ها، یا که مثال با یک مثال دیگر کنم، من در حیاتم یک بار زن بگیرم، ایچ خیلی تو را برادر عزیز همین گپ نگو، نکو لیکن همین گپ نگو، زیرا بسیار آسی می شوی، زیرا زنگیری پیغمبر همتا بودن، زیرا زنگیری ابو حنیفه که امروز جناب عالی 2009 سال بزرگداشت حضرت اعلان کردن، توی حضرت انامین بود، توی ابو حنیفه ای که ما دوستش می داریم. او زمانای تری چاکی های بینی بعضی در کاوس می گیریم، یا کلیچکا میگن روسا، در درون همو آورده برای مردم و او رقص کنه و زیرای کشی او را مردم تماشا کنه، پیشای بری او را جنباندن شد مردم نگاه کنه، سراینده شد و $3,000 و $4,000 آورده نشود، خیلی نبود. برادر عزیز از خدا بترس. $3,000 همسایه‌ها گرسنه، پدر و مادرت محتاج، پدر تاقی کونه در تاری سرش داره و تو دنبی ارتیسی $3,000 کفتی سه، پدرت گرسنه.